د عاشورای حسینی ورځ ده او له کبله د افغانستان ملت خلکو ته تعزیت او تسلیت وړاندې کوم. او نن داشان د افغانستان د استقلال ورځ ده چې د افغانستان خلکو ته د دې قبر هم د خوشحالۍ او مبارکۍ پیام ورکوم. زموږ درې رنګه بیرغ د همدغې ورځې د استقلال د ورځې د غزا او مجاهدت محصول. موږ په دې تیرو دوو ورځو کې د تحریک اسلامي د محترمو مشرانو سره ډېرې ښې غونډې کړې. په تفصیل موږ پر ټولو مواردو خبرې کړې، پر معارف، پر حقوق، خصوصا پر امنیت او د خلکو پر آرامش. او د هغو مجلسو څخه موږ خوشحاله یو، د دې خاطر چې زموږ خبرې تکرار نسی، زه به زموږ د سوري د شورا د رئیس ګران ورور محترم ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خواهش وکړم چې تفصیل پرې ولاړ سي. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ایسال دهی محرم با موزه استقلال افغانستان تصادف کرده و مناسبت دهم محرم حرام و تسلیت میکنم به همه عزاداران که در یاد بودی یا دسه عزادار هستن. حماسی که 14 قرن بعدترش هم از اون یادآوری میشه، استادگی به خود برای حق، برای عدالت و استقامت در راه خدا با خون لواسه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نام حسین یارانش و اهل بیتش رقم خورد. مبرد بر همه مردم مسلمان افغانستان و مسلمانان جهان بگیرد. تسلیم. استقلال کشور ما هم کشور تاریخی، کشور باستانی، کشور بایزد ما افغانستان نتیجه جهاد و قربانی های مردم افغانستان است که هم خودش در تاریخ منطقه ما یک نقطه عطف ترقی می شود. سمبول از او، نشانه از او، بیرق سی رنگ افغانستان است که مردم افغانستان به او احترام قائل هستند و خود به او پیوست. در این حال مردم افغانستان و خود به او پیوست. در این حال مردم افغانستان امسال در تجدید از روز استقلال خود در شرایط خاصی قرار دارند، هم تشویش های دارند هم امیدواری های دارند برای آینده کشور خود و مردم خود. افغانستان وقتی یک کشور با افتخار و با عزت و مستقل صاحب استقلال بوده میداند که مردمش متحد یک دست به یک پارچه در تعیین سرنوشت خود سهم داشته باشد. وقتی میدان این کار معمول برآورده شود که همه ما درس گرفته باشیم از تاریخ نزدیک و تاریخ دور خود، وقتی که همه مردم میگیم زن و مرد پیر و جوان و سرزمین خدا دارای عزت در یک کشور مستقل و کشور واحد بداند. و این ثابت شده که هر کشوری که خواسته باشه پیگیریت افغانستان رو نمیگیره، ممکن نیست افغانستان بر صلح با خود و بر صلح با دیگران سر رفت داره. مردم افغانستان توقع دارن که حقوقشان تأمین باشه، حقوق تعلیم باشه، آزادی بیان باشه و همین. و این وقتی شده میدانه که همه در صلح با هم به سر ببریم و در سرنوشت کشور مردم افغانستان همه مردم افغانستان با همه افکاری که دارن شریک باشن. دلیل روزان بحث های بسیار طولانی مفصلی داشتیم اما بحث های اساسی هنوز آغاز نشدن. امیدوار هستیم که هرچی زودتر انشاءالله با مشوری سایر بزرگان کشور با بحث ها هم برسیم. بله بحث با تبریک طالبان و با محترم امین خانم تقریر صحبت داشتیم.
اعضای شورای رهبری حرکت طالبان تحریک طالبان و هم تشریف آورده بودن، هم سایه برگوش هم داشتیم شامل گذاشته با محترم خلیل رحمان امکانی و یک تعداد زیادی از علمای جدید کشور صحبت و بحث داشتیم. خب فعلا در این حد موجود جناب رئیس مسائل من از برمان دیگر صحبت بحث داشتیم خب فعلا در این حد موجود جناب رئیس مسائل من از برمان دیگر ممکنه شما صحبت کنیم. در حد موجود امیر گفتن میکنم که یک تبادل نظر ابتدایی و حسن نیت برای بهبود افغانستان و برای استحکام امن در افغانستان و برای آینده بهتر مردم افغانستان صورت گرفتند. بخشهای دیگر باید حتما ادامه بدهیم. قسمی که برادر بزرگوار ما رئیس مسئول ما فرمودند، ما با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان مجلس مفصل در تمام موارد مهم ملی افغانستان داشتیم، یعنی مواردی که با مردم افغانستان برای مردم افغانستان اهمیت و سزا و بزرگ داره صحبت کردیم، صحبت های بسیار خوب داشتیم، بسیار برادروار در فضای وطنداری و دوستی و و و و و صحبت نیک و لطف مسائل موازی مطرح شد بین ما در مورد امنیت شهروندان افغانستان، مسائل تشکیل نظام افغانستان و اینکه نظام چطور تشکیل شد و همکاری همه ما. خداوند ما را همراه با بزرگان تحریک اسلامی طالبان این سعادت نصیب کنند که کشور ما در نتیجه این کوشش خود یک کشور متحد صاحب حکومت ملی و مردمی و رو به ترقی باشه. امیدواری داریم. تشکر.